آژانس پناهندگان سازمان ملل میگوید بیش از 500 نفر از سرنشینان یک قایق پناهجویان که روز چهارشنبه هفته گذشته در سواحل یونان غرق شد همچنان مفقود هستند به گفته سخنگوی این سازمان تعداد زیادی زن و کودک در میان مفقودین هستند برخی شاهدان میگویند که بیش از 750 نفر سوار این کشتی قدیمی بودند با این حال تعداد دقیق قربانیان ممکن است هرگز مشخص نشود یکی از مقامات سازمان های خیری بزرگ جهانی گفته که گزارش های وجود دارد که ممکن است یک کودک در انبار کشتی گیر افتاده باشند ساعتی پس از غرق شدن این کشتی در روز چهارشنبه 24 خرداد گارد ساحلی یونان توانست 79 جسد را از دریا خارج کند 104 نفر از جمله مصری، سوری، پاکستانی، افغانستانی و فلسطینی اکثرا مرد و از جمله 8 خردسال نیز تا کنون نجات یافتند و به بندر کالاماتا در جنوب یونان منتقل شدند نخست وزیر موقت یونان گفته تحقیقات کامل برای بررسی علت غرق شدن این قایق انجام خواهد شد غرق شدن این کشتی در سواحل یونان به عنوان مرگبارترین فاجعه سفر غیرقانونی پناهجویان در سال جاری عنوان شده است اتحادیه اروپا گروه های قاچاق انسان را مقصر این حادثه دانسته اما بسیاری از سازمان های غیر دولتی و گروه های حقوق بشری قرخ شدن کشتی مهاجران در سواحل یونان و ایتالیا را نتیجه سیاست موسوم به دژ اروپایی می دانند.